با درود، درباره هنر اسلامی یا هنر ایرانی میخوام سخنی با شما داشته باشم. هموطنان گرامی، برخی از شما به حق در نمایشگاه ها یا موزه ها وقتی عبارت هنر اسلامی دیدید که به کارهای ایرانیان اطلاق شده و نامگذاری شده اعتراض هایی کرده اید و برها صداتون رو بلند کردید یا نامه ای نوشتید که این کالاها یا این هنرها هنر ایرانی است، چرا زیر عنوان هنر اسلامی در نمایشگاه یا موزه یا هر جای عمومی دیگری عرضه شده. هدف این است که ببینیم آیا چیزی به نام هنر اسلامی داریم یا نه. جدای از خیلی از کالاها و آثاری که بازمانده از دوران پیش از اسلامه که شوربختانه حتی در برخی جاها اونها رو هم جزء به هنر اسلامی دسته‌بندی میکنن که واقعا مطلب بسیار بی‌پایه و خنده‌داری است، آن چیزی که پس از اسلام هم ایجاد شده در تمام این گستره خلافت اسلامی، ببینیم آیا میشه بهش هنر اسلامی گفت یا نه. هنر در متون کهن ایران به معنای فضیلت بوده. در شاهنامه وقتی میگوید هنر نزد ایرانیان است و بس، منظور فضیلت هاست، فضیلت های انسانی است. در خود شاهنامه و دیگر متون مشخص میشه برای یک انسان سه عنصر متصوره، در برگیرنده سه عنصره: نژاد که برمیگرده به پیوندهای خانوادگیش، گوهر که سرشت خود انسانی است که آفریده شده یا به دنیا آمده، و سومی هنر، آن چیزی است که انسان کسب میکنه، به دست میاره، از محیط میآموزه، فن میآموزه، از روش راه رفتن و خوراک خوردن بگیرید تا کارهای تخصصی. اینها همه میرفت در دسته‌بندی میشد زیر عنوان هنر. امروز هنر یا همون واژه برابرش آرت به مجموعه ای از کارها اطلاق میشه که تقریبا تعریف شده و مشخص یه چارچوب معینی رو داره. هنر امروز یا همون واژه انگلیسیش آرت یا شامل هنرهای تجسمی است، مانند نگارگری یا همون نقاشی که از نظر اسلام حرامه، مگر اینکه تصویر منظره باشه. چهره انسان کشیدن از نظر اسلام حرام یا مکروهه. مجسمه سازی یا ساختن تندیسه که اصلا اسلام بالکل باش مخالف بوده، چون این رو به نوعی بت سازی میدونسته. هنر نمایشی هست، خود نمایش که غیر از شیعه تشیع در این 500 سال اخیر که به خاطر تعزیه به نوعی گونه نمایش رو پذیرفته، اولا در جهان تسنن که هیچ رد پای ازش نمیبینیم از هنر نمایش، در جهان شیعه هم تو همین 400-500 سال فقط محدود به این جریان تعزیه و سوگواری تاسو عاشورا بوده، در نتیجه اسلام با نمایش هم هیچ پیوندی نداشته و نداره. هنر دیگر هنر ادبیات به ویژه شعره. اسلام با شعر و شاعری هم میانه خوبی نداشته. در قرآن در سوره شعرا، شعرا مورد سرزنش قرار گرفتند. هنر دیگر معماری است. معماری آن چیزی که در سپاه اسلام که به ایران آمد دستاورد معماری مسلمانان تا پیش از اون بود، یه مسجدی در مدینه بود که به صورت مکعب مستطیل بود و بسیار ساده و ابتدایی. از دوران ساسانیان که ما سقف‌های گنبدی زده بودیم و میتوانستیم کمان رو بزنیم در معماریمون، این سبک معماری که از ساسانیان در زمان ساسانیان اختراع شد و بعداً به بیزانس رفت، مسلمانان یاد گرفتن، بعداً مساجد شکل گنبدی گرفت به خودش و شکل و شمایلی گرفت که امروز برای من و شما خیلی آشناست. بنابراین این هم دستاورد ایرانیان پیش از اسلام، هیچ ربطی به اسلام نداره. هنر دیگر خونیاگری یا موسیقی بود که اسلام به عنوان غنا باش میونه اصلا نداشت و نمیپسندید. هنر دیگری که میمونه مسئله رقص بود. رقص، پایکوبی و دستفشانی که اصلا کلن در اسلام بسیار نکوهش شده، چه در گذشته چه امروز. هنر هفتم هم که سینماست که اصلا یه هنر خیلی تازه است نسبتا در جهان و به هنر اسلامی دیگه پیوندی نمیخوره، چون بر نمیگرده به صده های خیلی پیش از این. بنابراین آنچه که به عنوان هنر اسلامی گفته میشه به خیلی از تولیدات فرهنگی و هنری ایرانیان، به طور کل اصلا عبارتش ایراد داره، فارغ از این که این بخش آیا تولید ایرانیانه یا تولید مردم مراکش یا تولید مردم
شرق آسیا مثلا اندونزی باشه فرق نمیکنه. اصل قضیه این است که اسلام با اون مقوله‌ای که به نام هنر ما تعریف میکنیم پیوند اصلا مناسبی نداره. از این رو من فکر میکنم هممیهنان حق دارن که در هر جایی که واژه هنر اسلامی رو میبینن به ویژه هنگامی که به هنر ایرانی اطلاق شده اعتراض کنن و از اون مجموعه یا نمایشگاه یا موزه بخوان که این رو تصحیح کنن. سپاس از توجهتون.